سلام بچه ها، به ورد آف فکس خوش اومدید. امروز ما در مورد یکی دیگه از کارکترهای پرطرفدار مورتال کمبات یعنی ساب زیرو حرف میزنیم. Fatality. Sub-Zero wins. اول بهتره در مورد گذشته این شخصیت بحث کنیم. توی دنیای مورتال کمبات یه گروه قاتل خیلی معروف به اسم لینکوی وجود داره که مقر اصلشون توی چینه. رهبر این گروه برخی از افراد خودشون میفرستاد تا به کشورهای دیگه برن و خانواده تشکیل بدن. وقتی که بچه های اونا به سن خاصی رسیدن، اونا رو به گروه لینکوی بیارن تا تبدیل به قاتل بشن. ایهان و کوایلیانگ از جمله همین بچه ها بودن که از یه مادر آمریکایی به دنیا آورده شده بودن. اما نکته جالب در مورد این دوتا بچه این بود که اونا از نژاد کرایومنسر بودن، یه نژاد مخصوص که قابلیت کنترل یخو داشتند. ایهان و کوایلیانگ به سرعت تونستن قابلیت های خودشون رو نشون بدن و پیشرفت کنن، اما همیشه یه تفاوت کوچیک بین این دو نفر وجود داشت. اونم این بود که بیهان خیلی خشنتر و بی‌رحم‌تر بود، در حالی که کوایلیانگ تا جایی که امکان داشت کسی رو نمی‌کشت. همین تفاوت باعث شده بود که بیهان از نظر مهارت یه سر و گردن از برادرش بالاتر باشه. به مرور بیهان لقب سابزیرو را برای خودش برداشت و کوایلیانگ هم به خودش میگفت تاندرا. از نظر رهبر اعظم بیهان بهترین جنگجوی لینکوی در طول تاریخ محسوب میشد. حتی از پسر خودش یعنی سکتور هم مهارت بیشتری داشت. به خاطر همین معمولا بیهان بیشتر ماموریت‌های لینکوی رو انجام میداد. یه روز یه ساحر به اسم کوانچی به لینکوی میاد و از رهبر اعظم درخواست میکنه که یه نفر رو معرفی کنه تا بتونه یه نقشه مهم باستانی رو از معبد شاولین براش بدزده. سابزیرو به این ماموریت میره و میتونه نقشه رو به دست بیاره، اما این ماموریت به همین سادگی پیش نرفت. اون توی معبد با یکی از اعضای گروه رقیب لینکوی یعنی شیرای رایو روبرو میشه. این فرد کسی نبود به جز هانزو هاساشی یا همون اسکورپین. سابزیرو و اسکورپین با هم مبارزه میکنن و در نهایت سابزیرو میتونه رقیب خودش رو بکشه. اون نقشه رو برمیگردونه و بعد از اینکه کوانچی اونو میخونه، سابزیرو میفهمه که کارش هنوز تموم نشده. حالا باید به معبد آسمان بره و یه آمیلت رو به دست بیاره. ظاهرا کوانچی به خاطر یه طلسم نمیتونه وارد معبد آسمان بشه. سابزیرو به معبد میره و با افراد مختلفی مثل فیوجین مبارزه میکنه و میتونه پیروز بشه. وقتی اون به محل نگهداری آمیلت میرسه، کوانچی ظاهر میشه و بهش میگه که این آمیلت قدرت آزاد کردن شیناکو داره. اما قبل از اینکه سابزیرو بتونه ریاکشنی نشون بده، کوانچی آمیلت رو میگیره و ناپدید میشه. چند لحظه بعد ریدن پیش سابزیرو ظاهر میشه و بهش در مورد اشتباهی که کرده توضیح میده. اون ادامه میده اگه میخوای کار اشتباهت رو جبران کنی، باید به ندررلم بری و آمیلت رو پس بگیری. پس سابزیرو به ندررلم میره و اونجا با شیاطین زیادی روبرو میشه و میکششون و حتی با 3 تا از محافظای شخصی کانچی هم مبارزه میکنه و شکستشون میده. البته جون یکی از اونا یعنی سارینا رو میبخشه. در ادامه اون دوباره در مقابل اسکورپین قرار میگیره که حالا توسط کوانچی زنده شده و میخواد انتقام خودشو بگیره. در ضمن کوانچی با اون گفته که سابزیرو تمام اعضای گروه شیرای رایو رو کشته. سابزیرو با اسکورپین مبارزه میکنه و دوباره برنده میشه. در نهایت اون میتونه کوانچی رو پیدا کنه. کوانچی بهش میگه اینکه تو میتونی توی ندررلم زنده بمونی یعنی ته قلبت یه شیطانی. سابزیرو به این حرف توجهی نمیکنه و با کمک سارینا میتونه اونو شکست بده. سارینا از سابزیرو خواهش میکنه که به اون کمک کنه تا از ندررلم خارج بشه، اما همین موقع شیناک ظاهر میشه و اونو میکشه. سابزیرو میتونه با مهارتهای خودش آمیلتو از شیناک بقاپه و بعد از پورتالی که ریدن درست کرده فرار کنه. بعد از اینکه اون آمیلتو پس میده، از ریدن در مورد حرفی که کوانچی به اون زده بود میپرسه. ریدن بهش میگه درسته، فقط کسایی که قلب سیاهی دارن میتونن توی ندررلم زنده بمونن، ولی تو میتونی سرنوشت خودتو عوض کنی. این اتفاقات باعث میشه توجه شنگسونگ جلب بشه و اون از سابزیرو دعوت کنه که وارد تورنمنت مورتال کمبات بشه. رهبر اعظم هم قبول میکنه، اما
به بیهان مأموریت میده که شنگ سونگ رو به قتل برسونه. مورتال کمبات 1. ساب زیرو همراه با خیلی دیگر جنگجوهای ارشرل به جزیره شنگ سونگ میرن، اما اوضاع اونطوری که بیهان میخواست پیش نرن. بعد از اینکه شنگ سونگ و گورو توسط لیو کنگ شکست میخورن، جزیره شروع به نابود شدن میکنه. همین موقع اسکورپیون به سراغ ساب زیرو میره تا انتقام خودش رو بگیره. این دو نفر با هم مبارزه میکنن و در نهایت اسکورپیون پیروز میشه و ساب زیرو رو میکشه. مورتال کمبات 2. بعد از مرگ ساب زیرو، یعنی همون بیهان، برادرش از این موضوع مطلع میشه و طبیعتاً عصبانی میشه. گوای لیانگ سبک مبارزه بیهان رو تمرین میکنه و حتی لقب خودش از تان را به ساب زیرو تغییر میده تا انتقام برادر رو بگیره. پس در واقع گوای لیانگ دومین کسیه که با اسم ساب زیرو ما توی بازی میشناسیم. چند وقت بعد او میفهمه که شاوکان دومین تورنمنت مورتال کمبات رو برگزار کرده و گروه لینکوی هم باید یه نماینده توی مسابقات داشته باشه. ساب زیروی جوانتر همراه با دوست صمیمیش اسموک وارد مورتال کمبات میشن تا انتقام بیهان رو از اسکورپیون بگیرن. ما نمیدونیم که ساب زیرو توی این مسابقه با چه کسایی مبارزه کرده و تا کجا پیش رفته، ولی میدونیم که در نهایت لیو کنگ شاوکان شکست میده. اینطوری مسابقات تموم میشه، ولی ساب زیرو نمیتونه اسکورپیون رو پیدا کنه و برای همین همراه با اسموک به معبد لینکوی برمیگردن. مورتال کمبات 3. وقتی این دو نفر به مقر میرسن، میفهمن که رهبر اعظم قصد داره یه پروژه سایبری کردن رو شروع کنه. رهبر اعظم اعتقاد داشت که گروه لینکوی باید با عصر جدید تطبیق پیدا کنه و برای همین باید اعضا تبدیل به ربات بشن. اما مشکل این بود که بعد از این اتفاق فرد اراده خودش رو از دست میداد و یه جورایی به برده تبدیل میشد. اولین کسایی که برای سایبری شدن انتخاب میشن سکتور، سایرکس، اسموک و سابزیرو هستن. در واقع همه به جز سکتور با این موضوع مخالفن. سکتور داوطلب میشه و سایرکس هم به زور تبدیل به سایبورگ میشه، اما اسموک و سابزیرو میتونن فرار کنن. متاسفانه اسموک خوششانس نیست، اون گیر لینکوی میفته و تبدیل به سایبورگ میشه، اما سابزیرو میتونه خودشو به ریدن برسونه و به اون در مورد این اتفاقات توضیح بده. ریدن به سابزیرو میگه اگه اون به نیروهای ارثرل در برابر تهاجم شاوکان کمک کنه، لینکوی رو نجات میده. در واقع شاوکان بعد از شکست توی تورنمنت دوم عصبیه و به صورت مستقیم با افرادش به ارثرل حمله کرده. در طول این تهاجم سابزیرو مجبور میشه با دوست سابق خودش اسموک که حالا سایبری شده مبارزه کنه، اما اون میتونه پیروز بشه و برنامه ریزی اسموک رو هم تغییر بده تا اینطوری اون اراده خودش رو به دست بیاره. این دو نفر در ادامه با سایرکس و سکتور مبارزه میکنن و میتونن پیروز بشن، اما متاسفانه اسموک همیشه بدشانسه میاره. وقتی که سابزیرو به ارشرن برمیگرده، اون توسط نیروهای شاوکان دستگیر میشه و توی زیرزمین قصر غیر فعالش میکنن. در نهایت شاوکان دوباره با لیوکنگ روبرو میشه، ولی باز هم شکست میخوره و اینطوری ارشرلم نجات پیدا میکنه، اگرچه صلح چندان دوام نمیاره. مورتال کمبات 4. توی این بازی شیناک ظهور کرده و همراه با کوانچی و انجمن برادری سایه به ایدنیا حمله میکنه و اونجا رو فتح میکنه. ریدن جنگجوی ارشرلم رو جمع میکنه تا در مقابل شیناک قرار بگیره. یکی از این افراد ساب زیروه. توی این مبارزه ساب زیرو و اسکورپیون روبرو میشه که حالا به شدت عصبیه. این دو نفر با هم میجنگن و اسکورپیون میتونه ساب زیرو رو شکست بده. اون به ساب زیرو میگه به خاطر اینکه خانواده منو کشتی باید بمیری، اما ساب زیرو شوکه میشه و این اتهامات رو رد میکنه و بعد از حال میره. در واقع کوانچی کسی بود که خانواده اسکورپیون رو کشته بود تا اینطوری به اون انگیزه بده تا بتونه ساب زیرو رو شکست بده. کوانچی ظاهر میشه و میگه هدفش این بود که ساب زیرو کشته بشه تا اینطوری بتونه اونو زنده کنه و تحت خدمت بگیرش، درست مثل اسکورپیون، چرا که اون مهارت زیادی داشت. اما اسکورپیون وقتی این موضوع رو میفهمه، کوانچی رو با خودش به ندرل میبره تا شکنجش کنه. مورتال کمبات ددلی الاینس. بعد از اینکه ساب زیرو به هوش میاد، میبینه که هنوز زنده است و اسکورپیون هم رفته. اون تصمیم میگیره تا به گروه لینکوی بره تا جلوی رهبر اعظم رو بگیره، اما وقتی اونجا میرسه متوجه میشه که حالا سکتور رهبر اعظم شده. اون پدر خودش رو کشته تا جاشو بگیره. ساب زیرو سکتور رو به دوئل دعوت میکنه و اونو شکست میده.
اینطوری اون رهبر جدید لینکوئه میشه، اما سکتور میتونه فرار کنه. اولین کاری که اون میکنه اینه که مقر اصلی رو از چین به قطب جنوب میبره و بعد یه تورنمنت برگزار میکنه تا اینطوری اعضای جدید وارد گروه بشن. توی این تورنمنت یه دختر جوان به اسم فراست شرکت میکنه و میتونه برنده بشه. فراست هم یک کرایومنسره و برای همین سابزیرو شخصا به اون تمرین میده. بعد از چند وقت لیوکنگ توسط شنگزون کشته میشه و ریدن از سابزیرو میخواد به اون کمک کنه تا انتقام لیوکنگ رو بگیرن. سابزیرو هم قبول میکنه و میخواد از این فرصت استفاده کنه تا رفتار فراست رو تغییر بده، چرا که اون به شدت خودخواه و مغروره. سابزیرو همراه با فراست به یه مأموریت توی آوتورد میره، اما اونجا فراست بهش خیانت میکنه. اون میخواد نشان اژدها رو بدزده. در واقع نشان اژدها تعیین میکنه که چه کسی رهبر گروه لینکوئه، اما قدرت این نشان برای فراست خیلی زیاده و برای همین اون یخ میزنه. سابزیرو فکر میکرد فراست مرده و به خاطر این موضوع ناراحت میشه، چرا که تصور میکرد تقصیر اونه که نتونسته فروتنی رو به فراست یاد بده. سابزیرو شاگرد خودش رو توی معبد میذاره و به سفر ادامه میده. اون توی این سفر متوجه میشه که اجداد یکسان با فراست داره. در راه برگشت اون با کنشی که به شدت زخمی شده مواجه میشه و نجاتش میده. کنشی اونجا افشا میکنه که ریدن و بقیه افرادش توسط کوانچی و شنگسون شکست خوردن. سابزیرو و کنشی در مورد اونایی که به تازگی ظهور کرده هم مطلع میشن و تصمیم میگیرن که اونو پیدا کنن. اما توی راه توسط هوتارو و افرادش بهشون حمله میشه، اما میتونن فرار کنن. سابزیرو توی آوتفورد با یه زن به اسم سارینا آشنا میشه که بهش میگه من برادرت بیهانو میشناسم و اون هنوز زنده است. سارینا و سابزیرو به ندرل میرن و بیهانو که البته حالا تبدیل به نوب سایبوت شده پیدا کنن. سابزیرو میتونه برادر خودشو ببینه، ولی اونجا متوجه میشه که دوستش اسمو کم هست که هنوز سایبریه و به نوب داره خدمت میکنه. قبل از اینکه سابزیرو بتونه چیزی بگه اون دو نفر بهش حمله میکنن و شکستش میدن، اما همین موقع سارینا سر میرسه و نجاتش میده. اما وقتی سابزیرو به هوش میاد هیچ کسو کنارش نمیبینه. اون به معبد لینکوی برمیگرده و وقتی اونجا میرسه میبینه که فراست دیوونه شده و کلی از افراد لینکوی کشته. سابزیرو با شاگرد خودش روبرو میشه و اونو شکست میده و بعد فراست منجمد میکنه و توی معبد پنهان میکنه. مورتال کمبات آرماگدون. این بازی مربوط به رقابت دوتا برادر به اسم تیون و دیگان میشه. تیون توی یکی از مأموریت‌های خودش به معبد لینکوی میره تا یه آیتم خاصی رو پیدا کنه. سابزیرو بهش میگه اگه منو شکست بدی میتونی این آیتم رو داشته باشی. اما قبل از اینکه برنده واقعی مشخص بشه به معبد توسط نوب و اسموک حمله میشه. این دو نفر کلی از افراد لینکوی رو میکشن، اما در نهایت سابزیرو به کمک تیون اونا رو شکست میده. اون سعی میکنه اسموک و نوب رو نگه داره و روحشون رو تصفیه کنه. ظاهرا این موضوع به اسموک کمک میکنه، اما تأثیری روی نوب نداره، چرا که ما میتونیم توی نبرد پایانی آرماگدون ببینیم که نوب توی نیروهای تاریکیه و سابزیرو و اسموک طرف نیروهای روشنایی هستن. در نهایت سابزیرو هم مثل همه کسایی که توی این نبرد شرکت کرده بودن میمیرن. خب بچه ها، اینم از قسمت اول تاریخچه سابزیرو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. توی قسمت بعد ما در مورد مورتال کمبات 9 X و 11 صحبت میکنیم. اگه لذت بردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. Fatality. Sub-Zero wins.